خب همونطور که توی قسمت قبل دیدیم، ابزار این قسمت ما همونجور که خدمتون گفتم برای کنترل کردن تصویر، جابجا کردنش و انجام کارهای خاص روی اون هستن. کاربرد ابزار اول رو توی قسمت قبل دیدیم، انتخاب و جابجا کردن، بزرگ کوچیک، چرخش و اینجور کارهاست. ابزار دوم جابجا کردن محور اونه. به طور مثال اگه بخوای مثلا از اینجا به چرخه و از اینجا تغییر بکنه، همونطور که توی درس قبل دیدیم کاربرد این ابزار رو هم با هم یاد گرفتیم، اما بقیه ابزارهای این گروه رو توی این درس با هم می‌بینیم. ابزار سوم شیر هست، یا کچ کردن تصویر توی محور عرضی یا طولی. اگر شما بیاین توی قسمت پراپرتیز، اینجا می‌بینید که شما یه عنوان شیر دارین که می‌تونید باهاش این کار رو انجام بدین. اگر نخواستین می‌تونید ریسیت کنید تا تصویرتون به حالت اول برگرده. قسمت بعدی ما دراپ شادوه. اگر شما روی تصویرتون، یعنی در واقع اگه تصویر ما چیزی زیرش نباشه، دراپ شادوی دیده نخواهد شد، چون سیاه زیرش. الان ببینید زیر این تصویر یه چیز آبی هست، پس من میتونم اگه دراپ شادو رو آن بکنم سایه‌مو ببینم. همینطور که شما الان میبینید یه سایه این زیر ایجاد شده. الان من میتونم با این ابزار سایه‌م رو جابجا بکنم، اون رو یه خورده تارتر بکنم و حالا تنظیمات دیگه که دوست داشتم رو اون روش میتونم اعمال بکنم. اگر خواستی میتونید دستی از این قسمت هم توی پراپرتیز سایه رو مثلا تار بکنید، فاصلش رو بیشتر بکنید، یا اگه خواستید اینو بکشید این ور تا فاصلش رو بیشتر بکنید. جابجا کردنش زاویهش رو عوض میکنه، همونطور که شما میبینید این اعداد اینجا تکون میخورن. تنها کاری که تقریبا با این ابزار نمیتونید انجام بدید و حتما بعد از اینجا تغییرش بدید، خود رنگ سایه است. مثلا من اینجا ممکنه یه آبی خیلی تیره رو بخوام عنوان سایه انتخاب کنم که دیگه اون رو بعد از اینجا تغییر بدم. باز مثل تنظیمات قبل، اگه دوست نداشتید ریستش میکنید و خاموشش میکنید. ابزار بعدی ما فور کورنرز یا همون دیستورته. همونطور که شما می‌بینید از آیکونش هم مشخصه چیکار میکنه. این ابزار برای تنظیم کردن پرسپکتیو و دفرم کردن تصویره. به طور مثال من اگه بخوام این تصویر رو این شکلی بکنم، میتونم از طریق این ابزار این کار رو انجام بدم و همونطور که شما میبینید فور کورنرز من اینجا فعال میشه. شاید دراپ شادو یا شیر رو شما بتونید از طریق اعدادی که اینجا وارد میکنید یا چپ و راست کردن راحت بتونید تغییر بدید، اما مخصوصا برای تنظیم پرسپکتیو و فور کورنر من بهتون توصیه میکنم بیشتر از ابزار استفاده بکنید. جابجا کردن این نقاط شاید زمانی که شما حدودشون رو پیدا کردید و میخواید خیلی دقیق جابجاشون بکنید مناسب باشن، اما برای کار کردن خود ابزار خیلی راحت تره. و عنوان آخری که ما اینجا حداقل توی این قسمت داریم میبینیم و یه ابزار اینجا براش داریم، کراپه. شما موقع کپچر احتمالاً دیدید عین همین تصویری که الان ما اینجا داریم یه مقداری اضافه تصویر سیاهی کپچر میشه. همونطور که شما اینجا الان میبینید توی این قسمت تصویر هست، توی زیر تصویر هست و ممکنه بخوایم از چهار طرف تصویر رو یه مقدار ببریم بدون اینکه واسش ماسک درست بکنیم، چون ممکنه شما بگید خب من تو افتر افکت کار کردم میدونم با ماسک هم میشه همین کار رو کرد، عین همون ماسکینگ توی موشن هم وجود داره، پس همون کار رو هم میشه اینجا انجام داد. خب کراپینگ یه خورده راحت تره. شما اگر ابزار کراپ رو انتخاب بکنید که ابزار بعدی شماست، میتونید بیاید اینجا این لبه ها رو انتخاب بکنید و تا جایی که دوست دارید تصویر رو ببرید. همونطور که شما میبینید اینجا هم عدد مورد نظر ما تغییر میکنه و به طور مثال میگه 3 پیکسل از پایین یا همون باتم من بریدم تصویر رو. من چهار طرف تصویر رو یه خورده میبرم تا بهتر بشه. اگر ما حالا این تصویر رو بخوایم انیمه کنیم و کار موشن گرافیک باش انجام بدیم، دیگه زشت نیست که دورش چند پیکسل سیاه داره. ابزار بعدی به تصاویر ما شاید 100% مربوط نشن، اما یعنی از نظر چیزی که ما تا اینجا دیدیم که مثلا این تصویر رو جابجا می‌کردیم، به هر حال یه کاری با خود تصویر انجام میدادیم. ابزار بعدی ما بیشتر بر تغییر دادن ماسک ها، تغییر دادن چیزهایی که شما توی موشن کشیدید. مثلا شما ممکنه یه ماسک دایره‌ای بخواید روی تصویرتون ایجاد بکنید، یه همچی شکلی.
برای جابجا کردن نقاط این ماسک و اون چیزهایی که شما توی فتوشاپ اگر دیده باشید بهشون میگیم انکر پوینت، ببخشید کورنر پوینت هستن، کنترل پوینت هستن توی موشن، توی فتوشاپ به اسم هندل حالا اینها رو شناختیم، به اسم پت حالا یا هر اسم دیگه که شما باش آشنا هستید. برای تنظیم اینها و برای تغییرشون شما میتونید از این ابزار توی موشن استفاده بکنید. این ابزار چند تا کاربرد دیگه هم داره. به طور مثال شما اگر پینت کرده باشید چیزی، مثلا من اینجا یه دونه خط میکشم، حالا من میخوام مثلا این خط رو عوض بکنم یه چیزی، حس میکنم یه جایی یه دونه از این نقاط درست نیست جاشون، میام اینجا و خیلی راحت میتونم فرضاً این خط رو به اون چیزی که خودم دوست دارم تبدیلش بکنم و تغییرش بدم به اون چیزی که خودم میخوام. پس ابزار ششم ما، معذرت میخوام فکرم هفتمی، بله هفتم ما توی پالت ابزارهای اصلیمون برای تغییر گره هاست. گره ها رو میتونید باهاش جابجا بکنید، حالا چه توی یه چیزی مثل این تصویری باشه که ما اینجا داریم، این تصویر فرزن دایره ما، چه توی خطوطی که کشیدیم، چه هر جای دیگه ای که شما یک همچین گره هایی دیدید، میتونید با این ابزار اونها رو تغییر بدید و هر کاری دوست داشتید باشون انجام بدید. ابزار آخری که ما داریم شاید کاربرد کمتری داشته باشه نسبت به تمام ابزارهای این گروه. این ابزار فقط یه خاصیت خیلی خاص داره. اجازه بدید من این سیکل ماسک رو در واقع پاک بکنم. چیزهای اضافه رو همینطور. این ابزار اسمش، البته اسم دقیقش الان فکر کنم آیتم تول هست، بله آیتم توله. شما اگر یه فیلتر خاص انتخاب کرده باشید که قابلیت دستکاری تصویری داشته باشه، مثلا من اینجا الان یک گرادینت بلار به این تصویر دادم، اگرم میخواین ببینید که این چی هست میتونید بیاین توی قسمت فیلتر بلار و گرادینت بلار. گرادینت بلار ما یه شروع داره، نقطه شروع گرادینت ما یه نقطه پایان داره. برای تنظیم این دوتا نقطه شما میتونید از این ابزار استفاده کنید، همونطور که ما توی قسمت های قبل دیدیم. میتونید اینجا با این دوتا اسلایدر، هم شاید خود سخت باشه البته دیدنش، ولی خب به هر حال نمیدونم مشخص هست یا نه این به علاوه که جابجا میشن توی تصویر، میتونیم از این کار هم استفاده بکنیم، یعنی بیایم اینجا خودمون دستی اونها رو تغییر بدیم و تنظیمشون بکنیم، ولی شاید این ابزار راحت تر باشه. اما همونطور که گفتم ممکنه توی این گروه کم کارترینشون باشه چون تعداد فیلترهایی که یک همچین تنظیماتی دارن کمه. خب این از توضیح در مورد ابزارهای گروه اول ما.